سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال روزانمون. با هم ببینیم در شنبه 29 مرداد چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر هست در ابعاد مختلف زندگیتون. دوستان عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یاران که هستین در کنارم. دوستان مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که برای یک تبادل منصفانه، اگر تا حالا عضو کانال نشدین، اون دکمه سابسکرایبر رو فشار بدین تا عضو کانال بشین و برای اینکه انرژی هامون با هم دیگه همخوانی داشته باشه حتما لایک کنین. دوستان ببینیم چه خبر هست در انرژی های شما عزیزان دل. اولین انرژی که با شما دوست عزیزی که زحمت میکشین و این فالو دارین نگاه میکنین چی هست؟ کارت عدالت افتاد دوستان، ولی عدالت منفی. احساس میکنین یک سریاتون اون چیزی که دلتون بخواد توی زندگیتون برقرار نیست. نتیجه مسائلی که منتظرش هستین سر قرار نیست و اینکه شاید در مورد مسائل قضایی و دادگاهی دوستان نتیجه که منتظرش هستین، یا اینکه میترسین که اونجوری که باشه نباشه، یا اینکه واقعا اینجور نبوده. اولین کارت هست که افتاده. اولین کارت همیشه حرف از انرژی که از گذشته میاد بهمون میزنه. خب دوستان ببینیم کارت بعدی چه خبر هست. امیدوارم که مثل همیشه حال دل همتون خوبه خوبه خوب باشه دوستان. اپ 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 یک کارت افتاد. کارت بعدی دوستان حرف از ملکه هوا ملکه آب میزنه دوستان. نه ملکه آب هم نیست، ببخشید، حرف از پیامبر آب میزنه. پیامبر آب دوستان حرف از صادقانه بودن. با خودتون صادق هستین توی این مسئله، حرکت میکنین صادق هستین و اینکه دارم میبینم انگیزه کامل رو دارین که از اول شروع کنین. بی عدالتی بی انصافی در حق شما ایجاد شده، دارم میبینم خودتون صادقانه به مسائل باهاش برخورد میکنین، درست حسابی با مسائل برخورد میکنین و انگیزه کامل رو دارین که چیزی رو از اول شروع کنم. انگیزه دارم، هدف دارم تا مسائل چکار کنم، از اول شروع کنم. ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی دوستان حرف از جدایی میزنه. دوستان من فکر میکنم یک سریاتون شاید در یک پروسه جدایی هستین، دادگاهی هستین، جدایی هستین. حالا جدایی از هر چیز، مسائل احساسی ممکنه باشه یا اینکه مسائل حالا اداری یا کار چیزهای دیگه، امور دیگه باشه، ولی برای شما موفقیت افتاده. از یک حالت ببینین دوستان، برای یک سریاتون بر روی زخم روحی بی عدالتی دارین کار میکنین، جدا دارین میشین و اینگونه هست که حال خودتون رو دارین چیکار میکنین، خوب میکنین. یکی از زخم های پنجگانه روح زخم بی عدالتی هست. کارت بعدی رو با هم دیگه ببینیم دوستان. بله، هدایت شده هستین، کائنات در کنارتون هستن، هدایت شده هستین و کمک دارین توی این مسئله. دیگران هم ممکن هست در کنارتون باشن و دارم پشت کارت ها میبینم که ببینید حالتون خوب میشه، خوشبختی، حس بسیار خوبی که در درون شما به وجود خواهد آمد. کارت دیگر رو هم بررسی کنیم. کارت بعدی حرف است. ببین کارت بسیار زیبای شفای قلبی و شروع دوباره‌ای در زندگیتون. چیزی که دلتون میخواد دوستان داره سراغتون میاد. قلب شما شفا پیدا خواهد کرد، رها خواهید شد از مسئله، از یک سری از زخم، از یک سری از دردها، وارد پروژه خواهید شد دوستان که حال دلتون رو خوب میکنه و اینکه به اون احتیاج دارید. خب دوستان بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه در مورد مسائل در سر شما چه میگذرد.
در سر شما دوستان در مسئله از گذشته ببینید همون پایین کار بی عدالتی افتاد، عدالتی که بی عدالتی هست در واقع افتاده. در مورد شما در مورد گذشته ای که تلخ بوده دارین بهش فکر میکنین، یک سریاتون انگار یک عزایی رو پشت سر گذاشتم، به اون دارم فکر میکنم، ندامت و پشیمانی از یک سری از مسائل ها دارم، مسائلی که تو زندگیم پیش اومده و چیزهایی که اجحافی که در حق من شاید شده دوستان، و دارم میرم مسائل دارین برای خودتون اینجا روشن میکنین عزیزان، و میبرم با یک گذشته دارم میبرم دوستان و مسائل دارم روشن میکنم و به سمت روشنایی میرم. در سر من این هستش که چیز جدیدی رو شروع کنم. در واقع در مورد مسائل احساسیتون عدالت افتاده دوستان، بی عدالتی بالا بود، عدالت پایین بود هست دوستان، مسائل دارن میزون میشن عزیزان دل، دارم میبینم بسیار خسته هستین در مورد مسائل احساسیتون. ببینید مسائل رو درست میبینین الان در حال حاضر، نه اینکه در یک سراب هستین و اینکه میخواین آنچه که خوب هست براتون به وجود بیاد. یک دید سردی روی مسائل احساسی دارین. در مورد مسائل کاری پاتون بند هست دوستان، در یک مسئولیتی هستین و مقداری شما رو تحت تاثیر قرار داده این مسائل کاریتون و اینکه میخواین دیدتون رو عوض کنین، خودتون رو رها کنین، ولی مجبور به یک صبر هستین. در مورد مسائل مالیتون دوستان دارم میبینم استقامت دارین میکنین، خسته هستین ولی سرپا هستین و از حق و حقوق خودتون دارین شاید دفاع میکنین، و اینکه دارم میبینم اینجا ببینین دید درستی بر روی مسائل مالیتون ندارین ولی دارم میبینم که سرپا هستین و اینکه دارین تلاش خودتون رو میکنین. در مورد چالش شما دوستان، چالش شما این هست که انگیزه بگیرین دوستان، چالش شما این هستش که جان دوباره ای بگیرین عزیزان دل، چالش شما این هستش که حرکت کنین در واقع، و اینکه دارم میبینم که یک سریاتون بسیار مضطرب هستین، چالش شما این هست که استرابی رو از خودتون دور کنین، حقیقت رو ببینین و چیزی که کمکتون میکنه صلح و آشتی که در درون شما هست، دوره نقاهتی رو که گذروندین، تعادلی که در زندگیتون هست، مسئولیت پذیری شما، قدرت شما دوستان. و ببینین کارت بعدی حرف از این میزنه به سمت یک انتخاب میرین دوستان، ارجحیتی رو باید انجام بدین توی زندگیتون، انتخابی رو انجام بدین، اینقدر روی این پا روی اون پا نپرین و تعادلی رو باید واقعا وارد زندگیتون کنین. عزیزان من توضیح در مورد کارت ها میدم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه. پس همونجور که میبینیم در مقابل یک بی‌عدالتی، شاید در مقابل یک جدایی دوستان، دارم میبینم که روی خودتون دارین کار میکنین، صادقانه مسائل نگاه میکنین، کمک دارین، هدایت شده هستین و یک شروع بسیار زیبا در زندگیتون دارم میبینم. در سر شما به یک مسئله سختی که در زندگیتون تموم شده دارین فکر میکنین، هنوز بهش وابسته هستین، هنوز بهش فکر میکنین. دارم میبینم در مورد مسائل احساسی ببینین دید بازی روی مسائل داریم، ببینیم مسائل سرد میبینیم. برای یک سریاتون رسمی شدن مسئله هست، یا طلاق یا ازدواج. در مورد مسائل کاری دارم میبینم براتون یک مسئولیت دارم میبینم، انتظار دارم میبینم، صبوری دارم میبینم. در مورد مسائل مالی هم به همین صورت دوستان صبوری میکنم و اینکه از حقوق خودم دفاع میکنم. چالش شما این هستش که انگیزه داشته باشین دوستان، انرژی داشته باشین، چیزی که کمکتون میکنه عزیزان دل، این دوره نقاهتی هست که شما دارین پشت سر میگذارین، به چه سمتی میرین؟ به سمت یک تعادل دارین میرین دوستان. خب دوستان بریم ببینیم یک کارت های احساسی چه پیامی براتون داره. میگه بذار دوستات کمکت کنن. و کارت بعدی عشق جدید. ببین اینجا هم حرف از هدایت میزد در مورد یک جدایی. اینجا هم بهتون میگه که شاید شبکه اجتماعیتون دور و بریاتون هستن که بهتون دارن کمک میکنن که شما وارد یک داستان جدید احساسی بشین یا حتی در مورد مسائل احساسی دیدتون رو عوض کنین. از هرچه بگذاریم سخن قطب مؤنث خوشتر است. ببین قطب مؤنث چه پیامی داره براتون. منفی میگه که من میدونم که این مسئله هرگز درست نمیشه و من دیگه ایمان ندارم، من دیدی از آینده دارم و اینکه میدونم که اون آینده به وجود خواهد آمد. کارت بعدی متصل و اینکه میگه که من احساس میکنم که به تو وصل هستم و من تو رو هر لحظه در خودم حس میکنم، خدا رو شکر. عاشق من دوست دارم برای همیشه عشق من. پس با اینکه یه وقتای منفی گری به سراغش میاد، برای خودش رو کار میکنه، احساس میکنه که
متصل هست به شخص احساسیش، آینده بهتر خواهد شد و عشق در درونش هست. به هر حال قطب مؤنث دائم الاحساس هست بنده خدا، ولی خیلی خوب هستش که روی خودش داره چی میشه، روی خودش داره کار میکنه. خب ببینیم که قطب مذکر و نه جنس مذکر چه خبر هست در انرژی هاست. شخصی هست ناامید و اینکه فکر میکنه که هیچ وقت نمیتونه مسائل از مشکلاتی که داره در بیاد. ببینید اینجا شخصی هست قطب مذکر که به قول کارش زیاد هستش و اینکه وقتی اینکه به قطب مؤنث فکر کنه نداره و اینکه میگه که من یک کمی گم و گیج هستم در حال حاضر. این همیشه بنده خدا دائم گم و گیج هستش دیگه. من نمیدونم برای چه، ولی نمیدونم کی هستم اصلا، ببخشید. و اینکه نمیدونم برای چی، ولی از تو فرار میکنم. خب ما میدونیم برای چی. عقل سالم در بدن سالم. خب و کارت بعدی مغرور و اینکه میگه که من نمیتونم خودم رو تحت سوال بذارم و احساس میکنم که تو منو بی‌ارزش کرد. دوستان قطب مذکر و نه جنس مذکر، افرادی که مسائل احساسی براشون مهم نیست، معنویات مهم نیست و ارزش‌هاشون ارزش‌های پایینی هستش. دارم میبینم که این شخص کاملا در همون انرژی‌های پایین خودش هست و بیرون نمیاد و غرور بی خود، این که به مسائل مادی فکر کردن، فرار از مسائل احساسیش، همه اینها بهشون وفادار هست و در کنارشون هست دوستان. خب و اما عزیزانی که در جدایی هستن، شخص احساسیتون چه پیامی براتون داره دوستان؟ نه اصلا چی نمیدونم. ما مجبور نیستیم همه کار رو با هم انجام بدیم. من میخوام بیام خودم رو نشون بدم که تو بیشتر از این منتظر نباشی و اینکه دوست دارم که دلبری کنم و من شیطون هستم. اینم که ما میدونیم که تو شیطون هستی، شیطون زاده هستی به طور کلی. حالا خب دوستان و اما بریم ببینیم که کائنات چه پیامی براتون دارن دوستان. از هماهنگی میزنه، میگه که عشق بی شرط و شروط، نگاه کن طبیعت رو، دقت کن چجوری همه چیز در جزئیات اون دقت شده بهش، آیا تو در اون یک نقص میبینی؟ دنیایی که من آفریدم برای تو هم عالی هست و اون از تصویری از تو هست. بدن تو نمایشی کوچکی از این کائنات هست بشناست زیبایی که در درون تو هست و بشناست زیبایی که در هر چیزی وجود داره. خب ببینیم فرشتگان چه پیام براتون دارن دوستان. ترس. من آرکانژ میکائیل اینجا هستم برای که کمکت کنم در این لحظه حال. دوستت دارم و از تو محافظت میکنم. به من اعتماد داشته باش، همه چیز رو به راه خواهد شد. عشق من را بپذیر و بذار ترس از بین بره. و بریم ببینیم که عزیزان از دست رفته چی میگن به همون؟ اگر یه وقتایی متوجه شدی و توجه تو به سمت ساعتهای جفت که بر روی ساعت مثلا 11 و 11 دقیقه، 10 و 10 دقیقه، 9 و 9 دقیقه اینا جلب میشه، توجه جلب میشه، بدون که من در کنار تو هستم. من اینجا هستم در هر لحظه و بدون که من از تو در این لحظه حمایت میکنم.
ممکنه عدد 11 برای یک سری حرف بزنیم دوستان. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، روی ماهت رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه دوستان، خدا نگهدار.